لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم رحمة الله. وبعد، قال الله في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. امیدوارم خدای بزرگ ما را با راه و مرام ابا عبدالله الحسین آشنا فرماید. صلوات عنایت فرمایید. قبلا یادآور شدم که کفر و ایمان دو نوع موضع‌گیری است. نمی شود مؤمن بود و موضع نداشت و همچنین نمی شود کافر بود و دارای موضع نبود. برای آن که در مفهوم کفر و ایمان صرف ادعا و صرف باور ذهنی نیست، هم مفهوم کفر معطوف به عمل هست و هم مفهوم ایمان معطوف به عمل هست. و این ایجاب اتخاذ موضع می کند. شما می دانید وقت آدم در یک جبهه سیاسی باشد، مواضعی دارد که به محض موضع گیری شناخته می شود به کدام جبهه سیاسی متعلق است. و اگر کسی به یک جبهه مربوط باشد، آدم می داند دارای چه موضع است، حال در مسائل سیاسی، اجتماعی و خیلی مسائل دیگر. مسئله فکری هم همین گونه هست. وقت آدم به یک جناح فکری متعلق است و مربوط، اون جناح فکری همان گونه که فلسفه دارد
باور و اعتقاد دارد، دستور العمل ها دارد، عمل دارد و موضع دارد. مسئله ایمان هم همین گونه هست. ایمان یک موضع گیری است، همان گونه که کفر و شرک موضع گیری است در برابر ایمان. آیه ای را که خدمت شما تلاوت کردم حدوداً اشاره به همین مسئله دارد. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که شریک های یا خدایانی را برای خود انتخاب می کند. یتخذون من دون الله اندادا، غیر از خدا خدایان دیگر برایش انتخاب می کند. یحبونهم که حب الله، اونهایی را که به عنوان خداوندگارانشان انتخاب می کند اونها را مانند خدا دوست دارند. والذین آمنوا اشد حب لله، اونهایی که ایمان دارند و مؤمنند اینها دوستی بسیار شدید و عاشقانه نسبت به خدا دارد. موضع‌گیری به همین گونه روشن می شود. اونهایی که کافرند، مشرکند، خدای یگانه را قبول ندارند، اینها برای خودشان خدایان دیگر دارند و اون خدایان خود رو هم دوست دارن. همان گونه که مؤمنین شدت علاقه و شدت محبت و عشق را نسبت به خدای جهان و پروردگار جهان دارد، در رابطه با مشرکین و کافرین باید خدمت شما عرض کنم که منظور تنها بت پرست ها نیست، تنها اونهایی نیستن که بت می پرستیدن و خدای عالم را یا قبول نداشتن یا بتها را شرکای خداوند می دانستند. و حقانیت دین هم اگر برای اونها ثابت می شد کفران می ورزیدن و کفر می ورزیدن و نمی پذیرفتند. مسئله انداد، اونهایی که مانند خدا نسبت به اونها یک تعداد عشق و علاقه می ورزن می تواند چیزهای فراوان باشد. انسان پرستی هست، فرشته پرستی هست، شیطان پرستی هست، آفتاب پرستی هست، ماهتاب پرستی هست، خیلی چیزهای دیگر در این دنیا هست و چیزهایی هم که رسماً از اونها به عنوان خدا کس یاد نمی کند، به عنوان بت یاد نمی شود، به عنوان اله مورد پرستش یاد نمی شود، اما آدم نسبت به اونها در درون خود مقام الوهیت ایجاد می کند و اونها رو در موقعیت خدا قرار می دهد و عبادتش رو می کند و نسبت به آن عشق می ورزد.
اونهایی که به جاه و مقام به عنوان یک خواسته فکر میکنن، اونهایی که فقط بر پای پول سجده میکنن و اونهایی که بر پای خیلی از چیزهای دیگر سجده میکنن، اینها همه اندادن نیدهایی هستند که آدم را از پرستش خدا باز می‌دارد و هر کدام اینها به عنوان یک معبود و به عنوان یک بت برای آدم در می‌آید. به همین دلیل در سوره توبه هم آیه هست: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بامره. اینجا تقریبا یک بخشی از حدود انداد را روشن می کند. ای پیغمبر، به مردم بگو، به مسلمین بگو. دیشب من برای شما عرض کردم که ما اگر مطابق فرمایش قرآن خدا رو دوست داریم، ما به این دوستی زمان نائل می شویم که از پیغمبرش تبعیت کنیم و اطاعت رسولش رو کنیم. و توضیح هم دادم که در هر راهی و هر مشربی آدم قدم می گذارد، با پای عادی ممکن است آدم به جای نرسد، با تلاش فردی ممکن است آدم به مهلکه های خود را گرفتار کند. طی هر طریق پیر راه می طلبد، مرشد می طلبد، راهنما می طلبد، کسی را می طلبد که راه رو بداند، مقصد رو بلد باشد، راه رفتن رو بداند، وسایل و ابزار نیاز راه رو درک کند. باید دنبال چنین مرشدی آدم حرکت کند تا آدم را به سر منزل مقصود برساند.